محمد رضا گلزار که در بهار سال 1402 با آیسان آقاخانی ازدواج کرد، به تازگی در اقدامی عجیب در اولین ولنتاین همسرش روز عشق را به هوادارانش تبریک گفت. این کار او باعث شد بسیاری از افراد خبر جداییشان را منتشر کنند. رضا گلزار با انتشار استوری در اینستاگرام نوشت: روز ولنتاین مبارک. من عاشق هوادارانم هستم. بهار افشاری هم عکسی از خود با یک متن معنادار در روز ولنتاین منتشر کرد. بهار با انتشار استوری در اینستاگرام نوشت: سیندرلا هم یه وقتی کالسکه‌اش خراب شد. اما نمیدونست بعدش چی در انتظارشه. عشق میگرده و پیدات میکنه. تو سرگرم خودت باش. علی ضیا مجری معروف صدا و سیما هم با انتشار ویدیویی در اینستاگرام گفت: من میگم حالا فارغ از ولنتاین یا سپندار مزگان، همین که یه روزی هست به بهونه به هم بگیم هم دیگر رو دوست داریم خیلی باحاله. خیلی قشنگه. البته من خودم طرفدار بی بهونه گفتنشم. مثلا یهو صبح بلند شی الکی بدون هیچ اتفاقی بهش بگی دوستش داری، یا بهش زنگ بزنی بی هوا بهش بگی دوستت دارم، بری براش کادو بخری، گل، شکلات یا خرس. ولی یه موقعهایی دستشو گرفتن، قدم زدن توی خیابون ولیعصر، صادقانه و واقعی بهش بگو دوستش داری. خیلی انگار با ارزش‌تر میشه. خوش به حالتون که عشق رو تجربه میکنید. خوش به حال اونایی که عشق واقعی و صادقانه رو تجربه میکنن. قدرشو بدونید. خیلی چیز با ارزشی دارید و فارغ از همه اتفاقات دنیا، این عشق است که به آدم ها ارزش میده. عشق واقعی. علی ضیا زیر این پستش نوشت: روز عشق به شرطی قشنگه که عشق تو نشون بدی. با بهانه یا بی بهانه، دوست داشتن دوست داشتن دیگه. به نظرتون عشق واقعی چه شکلیه؟ چطوریه؟ اما میریم سراغ آخرین وضعیت از پرونده ی امیر تتلو. مسعود ستایشی در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال درباره بستری شدن تتلو در بیمارستان روانی گفت: امیر حسین مقصودلو از زمان بازداشت تا کنون به هیچ عنوان از بیماری جسمی یا روانی به خارج از زندان اعزام نشده و الان در زندان به سر می‌برد. او ادامه داد: یک پرونده کیفری هم به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و در نوبت رسیدگی است. این پرونده در ایام پیش و رو رسیدگی و در فرایند دادرسی قرار می گیرد. پرونده های متعدد دیگری هم دارد که قبلا اطلاع رسانی شده. امیر تتلو خواننده معروف کشورمان پس از مهاجرت از ایران در کشور ترکیه زندگی می کرد. پلیس ترکیه این خواننده را به خاطر رفتارهای غیر اخلاقیش به پلیس ایران تحویل داد. امیر تتلو این روزها در بازداشت به سر می‌برد و منتظر تعیین تکلیف خودش است. این احتمال وجود دارد که به چندین سال حبس محکوم شود. اما از زمان دستگیری تا زندانی شدنش، اخبار ضد نقیض بسیاری درباره آزاد شدن یا بستری شدن او در بیمارستان منتشر شده. سخنگوی قوه قضاییه درباره این موضوع کاملا توضیح داد. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگه نظر یا پیشنهادی داشتین داخل کامنت ها بهم بگین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. شاد و سرحال باشید و خدا نگهدار.